و اینکه تنها فرقه این که اون رو قبول نداره و به شدت نهی میکنه فرقه زاله وهابیت هست که بر حرمت اون پافشاری میکنه و کسانی که به زیارت میرند رو مشرک میدونه اما در این قسمت ما میخوایم ببینیم آیاتی رو که در زمینه زیارت میتونیم به اون استشهاد کنیم رو بیان کنیم یکی از آیات آیه صد سوره نساء هست که خداوند در این آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله کسی که از خانه خودش خارج میشه و مهاجرت میکند به سوی خدا و پیغمبر یعنی هجرت میکنه از خانه و منزل خودش و اراده خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی رو داره و توجه به اون بزرگواران داره در راه از دنیا میره اجر این شخص به سوی بر عهده خداست خدا میفهمد اجر این شخص بر عهده منه من پاداش او رو میدم و من اجر او رو میدم چرا چون مهاجرت کرده به سوی خدا و به سوی پیغمبر از این عبارت که به سوی پیغمبر زیارت رو علما فهمیدن یعنی کسی که میره به سمت پیغمبر و در حقیقت میخواد پیغمبر رو زیارت کنه البته ممکنه اینها بگن که این بحث راجع به حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله هست آیه دیگری هست که بهش استناد میکنن و اون رو تعمیم میدن هم به زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم به بحث بعد از حیات ایشون در این آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما این آیه که آیه 64 سوره نساء هست میفرماد اگر این افراد به خودشون ظلم کردن با کارهای اشتباهی که کردند به خودشون ظلم کردن بعد آمدند نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و از خدا طلب آمرزش کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم برای ایشان از خدا طلب آمرزش کرد اینها قطعا خدا را آمورزنده و مهربان میابند این یعنی چه؟ بحث اینجا بحث شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست برای این افراد علما استفاده کردن و علمای مخالف شیعه هم همین نظر رو دارند که این بحث زیارت بحث شفاعت برای گناهکاران نه تنها در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله هست بلکه بعد از حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله هم شامل میشه چرا چون گناهکاران منحصر در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نیستند و بعد از حیات رو هم شامل می شود نکته دیگه ای که اینجا هست اینا چرا میگن این زیارت حرامه چرا میگن شامل بعد از حیات نمیشه چرا چون اینا فکر میکنن بعد از حیات دیگه زندگانی نیست و اون شخصی که از دنیا رفته یک مرده ای هست که پوچه و هیچی احساس نمیکنه تا ما او رو شفیع قرار بدیم یا به سوی او زیارت بریم یا او رو مورد توسل قرار بدیم و به درگاه خدا او رو خدمت شما عرضم شفیع خود اون قرار بدیم اینا اینجوری فکر میکنن در حالی که اینا نمیدونن که مطلق مرگ اینها سبب نیست و نابودی نیست تمام مسلمان ها اجماع دارن به حیات پس از مرگ حیات برزخی رو همه قبول دارن و از اون طرف اینطور نیست که اموات با مرگشون نیست و نابود بشن یک روزی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه کنار یک قبرستانی ایستادن و امواتی رو که در اون قبرستان بودن مخاطب قرار دادن و فرمودن که ای اموات شما اگر از این دنیا از ما خبر بپرسین ما برای شما خبر داریم خانه هاتون رو دیگران ساکن شدن اموالتون رو دیگران بردن همسراتونتون ازدواج کردن اینا خبرهایی بود که ما از این دنیا داریم شما از این دنیا چه خبر دارید؟ تا این جمله رو گفتن این افراد متعجب شدن گفتن یا امیر المؤمنین آیا اینا درک دارن اینا میفهمن فهمودن بله اینها از شما شنواترن اینا بیشتر از شما میفهمن بیشتر از شما درک میکنن پس این نیست که اموات با مرگ از دنیا برن هیچی نفهمن تازه اولیاء ما کسانی هستند که شامل این آیه هم میشن خدا در قرآن میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون شما فکر نکنید اونهایی که در راه خدا کشته میشن اینا اموات هستن امواتی که مثلا هیچی نفهمند هیچ درکی نکنن بلکه اینا احیا اینها اینا زنده ان، نزد خدا روزی میخورن و امام حسین صلوات الله علیه که ما امروز به این جمعیت میلیونی به زیارت ایشون مییم ایشون حیان زنده ان. ایشون از دنیا نرفتن ایشون میفهمن و زائر خودشون رو میبینن و سلام او رو پاسخ میگوین این طبق نص صریح قرآن هست از اون طرف ما شواهد زیادی داریم یک جالب هست اشاره کنم به قصه ای رو که یکی از مستبصرین بهش اشاره میکنه ایشون دکتر تیجانی هستن ایشون یک مدت بسیاری رو در عقیده مخالف اهل بیت بودن بعد مستبصر شدن و عقیده اهل بیت رو قبول کردن ایشون میاد ذکر میکنه و میگه من وقتی که داشتم از نجف به سمت کربلا میومدم، وقتی این خیلی جمعیت زوار رو دیدم این بچه کودک بزرگ پیرزن پیرمرد سالم بیمار با این وضع با شوق اشتیاق اینا میرن به سمت کربلا من با خودم اینجوری میگفتم که این امام حسین صلوات الله علیه ایشون نمرده ایشون زنده است اگر ایشون مرده ایشون نیست و نابود شده که ما اینکه وهابیت اینجوری فکر میکنن پس این جمعیت به کجا میرن چه کسی اینها را به این شوق به این اشتیاق به سمت خودش میکشه چه چیزی سبب شده که اینها با این علاقه دارن به سمت آیه مزار یک که خاک شده اینجوری میرن نه دارن به سمت زیارت یک شخص حیگی میرن که اونها رو که دانه, دانه دانه به سمت خودش میکشه آقا سید الشهدا صلوات الله علیه ایشون میگه وقتی من وارد حرم شدم این جذبه رو احساس میکردم با خدا میگفتم یا با شما حیید شما زنده اید و این رو درک ما باید درک کنیم که ایشون میگه من این رو درک کردم که امام حسین علیه السلام زنده هستند و ما رو ایشون به خود سمت خودشون جذب کرده بعد هم رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی که خود مخالفین اون رو روایت کرده اند میفرمایند حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدثکم بعد و لکم و وفاتی خیر لکم تعرض اعمالکم علی حضرت میفرمایند که حیات من برای شما خوبه ما هم میشینیم گفتگو میکنیم از من حدیث میشنوید حدیث نقل میکنید و وفات من هم برای شما بهتر است من اعمال شما رو میبینم فما رأیتم من خیرن حمدت الله وقتی من یک خیر رو در اعمال شما امت خودم ببینم خدا رو شکر میکنم این صریح در اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله علی حی هست و خود شما این روایت رو ذکر کردید و از جمله حکایاتی که در این زمین ذکر میکنن حکایاتی است که برای مثال در مورد بحث زیارت امام حسین صلوات الله علیه مطرح میشه شما نگاه کنید این زیارت عاشورا زیارت عاشورا یک زیارتی است که بسیار تاکید شده و افراد اون رو انجام میدن و بازگشت این زیارت به خود اشخاصه و من جمله زیارت اربعین که بسیار تأکید شده و الان شما شاهد هستین که این خیلی میلیونی به زمت زیارت سید و صلوات الله علیه مشرف می شوند بعد در مورد حیات برزخی داستان های متعددی ذکر شده از علما از اندیشمندان که اینها ذکر کردن افرادی بعد از مرگ اینها قبورشون مشاهده شده حتی افرادی از این دنیا به اون دنیا انتقال پیدا کردند و اینها را دیدن و لمس کردند زندگی اینها مشاهده شده و رسول خدا صلی الله علیه و را مشاهده کردند بارها شده امیر المؤمنین الله علیه برای افرادی رسول خدا صلی الله علیه و آله را حاضر کردند و اونها با رسول خدا مشافعتا صحبت کردند و همینطور در دستگاه سید الشهدا صلوات الله علیه یک شخصی بود به نام جناب میرلوحی ایشان مرتب به زیارت سید و صلوات الله علیه میرفت و به شدت ایشون رو زیارت میکرد و بعد از وفاتشون ایشون آمدن به خواب دوستانشون و حکایت کردن از الطافی که امام حسین صلوات الله علیه نسبت به ایشون داشتن و انایات ویژهی که امام حسین صلوات الله علیه به ایشون داشتن و حکایت هایی را که ایشون در طول حیاتشون انجام میداد برنامه ای که در راه زیارت انجام میداد ایشون میگفتن تمام اینها به من بازگشت داده شده تمام لحظه به لحظه که انا امام حسین صلوات الله علیه آن را میدیده و برای من لحظه به لحظه ذخیره میکرده و لحظه به لحظه حضرت متوجه من بوده تمام اینها رو به من برگردونده اینها جز اشاره به حیات برزخی و زنده بودن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بعد از این زندگانی ظاهری دنیا به مطلب دیگری اشاره ندارد ولی زمان ما روی این حساب و روی این برنامه معتقدیم و به زیارت سید و صلوات الله علیه میریم و این گونه میگیم که اشهد انک تسمع کلامی ترا مقامی شما جایگاه من رو میبینید کلام من رو میشنوید تسمع سلامی و ترد جوابی سلام من رو میشنوید و جواب من رو هم میدهید خداوند ان الله ما رو به این درک برساند و ان الله در زوار ابو عبدالله الحسین در زیارت اربعین در ثوابشون ما رو شریک بگرداند و این ثواب بسیار رو در برای فرج امام زمان صلوات الله علیه قرار بدهد اللهم عجل لوليك الفرج ولا والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره